کور میگم دیگه باید قید این امارت رو بزنیم نه؟ باید بیخیالشیم فکر کنم. از اولم باید بیخیال میشدیم. فقط من نمیدونم چه قضیه تو اون ممانعت خودتون رو میچسبونیم به این امارت. ده همینه دیگه، اگه قبل از اینکه کار به اینجاها بکشه یه ذره به فکر بودی ها وضعمون این نبود. دریا دچار جذرومت شدی دوباره. مگه چمونه؟ اوضاع ششه؟ ببینم تو واقعا نمیدونی یا خودتو میزنی به اون را؟ نه واقعا مشکل چی؟ الان ما چه کم بودی داریم؟ نه واقعا ما کم بودی نداریم، الان خونه نداریم که داریم، کار درست حسابی نداریم که داریم، خلوت و آسایش خودمون رو نداریم که داریم. دیگه چی میخوایم از این دنیا؟ میگم دیگه پس حاضر شو سری بریم. من نمیام عزیزم، شما خودتون تشریف ببرید. من به مامان بدری قول دادم نهار منتظرم. شکور جان ما حتی یه آکواریوم هم از خودمون نداریم. یه آکواریوم؟ الان مشکل شما فقط یه آکواریومه؟ یه آکواریوم؟ نه خیر، خونه زندگی و کار و تحمل این همه آدم هم بهش اضافه کن. برای همین میگم یا بریم بیرون برای خودمون، هوامون عوض بشه، این غذای تکراری زیور هم دوباره نخوریم. همینه دیگه، همه فکر و ذکر تو شکمه. یعنی هیچ چیز دیگه تو این دنیا وجود نداره که تو نگرانش باشی؟ چرا وجود نداره؟ ولی میگم دریا جان بیا قدر چیزایی که داریم بدونیم، هرس چیزایی که نداریم نخوریم. اون اتو رو اگر استفاده نمی‌کنی از برق بکش، به قول رحمت ریخت و پاش برقی میشه. خودت بکش. هر جا می‌خوای بری خودت برو. من دیگه حالم داره همه چی به هم می‌خوره. حرفا میزنه. خونه مام بدری میای نهار با من؟ نه ممنون. نه بریم بابا. این چش بود؟ انگار دریا حسابی طوفانیه. چه عجب شما دلو زدی به دریا لیلا جون. من اومده بودم باهات مشورت کنم. با من؟ خب به هر حال تجربت از من بیشتره. والا چی بگم لیلا جون، اگه این 4 روز زندگی مشترک رو تجربه به حساب بیاری. ببین من شکور رو بهتر از تو میشناسم، پسرممه. من فکر میکنم اگه کسی بتونه 1 هفته شکور رو تحمل کنه اندازه 1 سال زندگی مشترک تجربه به دست آورده. پس با این حساب من یه 4-5 سالی تجربه زندگی مشترک دارم. چه جالب. خب حالا میخوای تجربیات تو در اختیار من بذاری یا میخوای کلاس بذاری؟ والا چی بگم لیلا جون، البته باید بدونی که شکور خیلی هم شوهر ایدئالیه، ولی خب یعنی به نظر من اگه یک دونه از خواستگارای تو اینقدر به شکور رفته باشن تو باید سری بله رو بگی. خوب پشت شوهر در میای. خب ما خانوادگی اینجوری هستیم دیگه، البته به موقعش جلوش هم در میام. ببین دریا جون، معیارت برای ازدواج چی بود؟ یعنی وقتی که شکور اومد خواستگاری تو به چیش دقت کردی؟ چیش تو رو گرفت؟ حالا لیلا جون چی بگم؟ خب در وهله اول چیزی که برای من خیلی حائز اهمیت بود خب قیافش بود. میدونی که خب خیلی جذابه. در وهله دومم دیسیپلین و کلاس خیلی خیلی بالای شکور بود که منو واقعا از راه بدر کرد. و اینکه در وهله سومم اطلاعات بالایی که شکور جان داره، اطلاعات خیلی عمومی که داره. میدونی که در هر رابطه شکور جان دست بذاری همه اطلاعات داره، خیلی مطلع. جان داریم راجع به شکور حرف میزنیم و خب بله دیگه لیلا جون، فکر کردی داریم راجع به مامان من حرف میزنیم؟ البته اگه بخوای میتونی از اونم مشاوره بگیری. یا خدای تجربه است. با مامان تو؟ نه عزیزم، من میخوام ازدواج کنم، خدای نکرده طلاق که نمیخوام بگیرم. وا خب لیلا جون، مامان من همونقدر که طلاق گرفته ازدواجم کرده دیگه، تازه بیشتر ازدواج کرده تا طلاق بگیره. آخه یکیش مرد بعد اونای دیگه هم خب دو تا طلاق داره. لیلا جون خیلی ممنون. خیلی اگه چیز دیگه کمک خواستی در خدمتتم لیلا جون. کجا همه جون؟ دارم میرم بیرون عزیزم، وقت دکتر دارم. این لشکر خواستگارای تو که برای من خواب و خوراک نذاشته. میرم و برمیگردم. همچنین یه لشکر یه لشکرم نیست گویا. چطور؟ کجام پس؟ پیداشون نیست، نکنه آب شدن رفتن زیر زمین. شاید هم از اول یکی دوتا بیشتر نبودن، شما آتیشش رو زیاد کردی که دودش چش اغیار رو پر کنه، بوشم دماغ ما رو. اتفاقا این چند روزه میخواستن بیان، من نذاشتم. واسه چی همه جون؟ نکنه به جای من انتخابتون رو کردی؟ نه این چیزام نیست. گفتم دست نگه دارن چون یه عزیزی میاد که باید حتما ببینیش. کی؟ برو فکر کن ببین توی خواستگارا کی میتونه از همه عزیزتر باشه. واسه من یا واسه شما؟ برای من. قربون همه جون خودم برم که انقدر آینده من براش مهمه. چی شده انقدر قربون صدقه من میری تو؟ من همیشه قربون صدقه شما میرم. الانم میگم الهی واسه تون بمیرم. من میگم این عزیزی که قراره بیاد همون نشون شده باباش دیگه. نه خب اگه اینجوری محضر قرار نذاشیم دیگه، چرا بگیم بیان اینجا؟ آهان، پس قضیه زیر زبون کشیه. لطفا قرارمونو به هم نزن. نه عمه جون، من میخواستم که فقط راهنماییم کنید همین.
اگه شما ازدواج کرده بودین الان حال من خوب میفهمید. برو دختر، برو عزیز من. حتی پری خانم با یه خروار تجربه نمیتونه حس الان تو رو درک بکنه. به جای این کارا برو بشین، سبک سنگین کن، ببین چی تو وجود این یکی دوتا خواستگارت دیدی. راستی همه جون، مهمونی پری خانم به چه مناسبته؟ نمیدونم، به من که نگفته. میگم اگه تولدشه یه کادوی چیزی براش بگیریم. تولدش که 13 فروردینه. 13؟ خدایا این بشر چقدر مظهر شانسه. خیلی خوب، خداحافظ. خداحافظ. سلام خانم. سلام، خداحافظ. همه حرفاتو شنیدم. بابا هنوز کل خواستگار تو راهه. شریف اصلا دلم نمیخواد خواستگار دیگه ای رو ببینم، یه جوریم. ببخشید چه جوری؟ بگو ببینم چی شده باز؟ چیزی نشده، فقط از وقتی که این خواستگار رفته یه حسی دارم، یعنی یه چیزیه که من نمیفهممش، یه چیزی که تا حالا انگار تجربهش نکردم. تو تا حالا هیچ حسی نداشتی؟ حس؟ من هر روز کلی حس میاد سراغم. حس میکنم علاقم به عمه بیشتر شده، به تو، به عمو هرمز، به این امارت. میدونی دلم برای امارت میگیره، دلم باز میشه، دوباره بسته میشه. بسه. ببین واقعا تو تا حالا منظورم هیچ حسی نداشتی تا حالا اونجوری؟ بچه بودیم بهروز یادته؟ بهروز؟ بهروز برادر گوهر. آهان، آره یادم. خوب 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 دیگه، یکم اون حالته. خب بچه بودیم، مهم نیست. یعنی تو الان به این خواستگاری که رفت حسی داشتی؟ به این؟ ببین من راستشو بخوای از خیلی چیزاش خوشم اومد، ولی نگرانم، احساس میکنم بعداً ممکنه کارشو به من ترجیح بده. خب بابا قاپو دزدیده دیگه. عروس خانم کی میخوای بله رو بگی؟ کی حالا خواسته بله رو بگه؟ حالا تو این هیروویری عمه اومده به من میگه که یه عزیزی تو راهه که بیاد خواستگاری. من که نفهمیدم تو بالاخره چی میخوای. حس داری نداری یا منتظر اون عزیزی هستی که بعداً قراره بیاد؟ چهری به حس و اینا رو بذار کنار فعلا، اون نشون شده برام مهمه. بابا پای امارت وسط آخه. آها، خب پس تو اینو بگو. ببین لیلا جون، شما هنوز زوده که ازدواج کنی. بابا تو هنوز دنبال مال و منالی. ملاک ازدواج که این چیزا نیست که. خیلی ممنون، شما نمیخواد اینا رو به من یاد بدی، خودم همه رو بلدم. شریف جان، ملاک ازدواج رو بعضی وقتا چیزای دیگه تعیین میکنه. ببخشید کی چه کار به تو داره؟ یعنی زور گذاشتن پشت سر جناب عالی که بعد دنبال مال و منال بشه؟ یاره؟ نه، ولی باید بدونم که قضیه چیه که پای امارت رو وسط کشیدن دیگه. این همون سوالیه که منم براش جوابی ندارم. آره، از وقتی این قضیه شروع شده هزار تا سوال بی جواب همینطوری تو مغزم داره میره. ولی من بالاخره جوابش رو پیدا میکنم. شریفه تو فکر ازدواج نبود اصلا. آرزوهای اون آرزوهای دور و دراز یه دختر مستقل بود که دوست داشت تحصیلاتش رو ادامه بده و یه شغل خیلی خوب داشته باشه. منم که واقعا سردرگم و گیج بودم و نمیدونستم از دنیا چی میخوام. همیشه هرمز خان برای ما قهوه درست میکنه، یه دفعه من برای هرمز خان قهوه درست کنم، نمیشه؟ چرا نمیشه؟ اتفاقا خیلی هم خوب میشه. خوش اومدین. به قول معروف. نه خواهش میکنم، اینو دیگه نگین. چرا نگم؟ خیلی خوب بگین. چیزی که عیان است چقدر شیرین بیان است. خب چی شد پری خانم؟ یاد ما فقیر فقرا افتادین شما؟ اختیار دارین هرمز خان، ما که از شما فقیر بیچاره تریم. شاید هوای خونه زده به سرتون. از این امارت و خونه که نمیشه دل کند، ولی راستش خواستگارو خستم کردم. آها صحیح، پس دلتون از دست خواستگار و خواستگار بازی گرفته. نکنه حسادت های زنانه هم چاشنی شما؟ حسادت؟ من الان توی شرایطی هم که اگه هزار تا خواستگارم داشتم همشون رو رد میکردم. مزار میفرمایین، از شما بعیده پری خانم. هرمز خان شما بهتر میدونین، یه وقتایی یه حسایی سراغ آدم میاد که آدم اصلا نمیتونه کس دیگه ای رو ببینه. میتونه؟ خب این بستگی داره که این حس به کی و چی باشه. راستشه، کم پیش میاد که آدم اینجوری بشه. میخوام به افتخار این احساسات شام بدم. شام؟ چه سعادتی. خب حالا شما میفرمایید برید سر اصل مطلب یا میخواید برای بنده فال بگیرین؟ خودت هم میدونی که من از فال گرفتن و اینجور چیزا
زیاد خوشم نمیاد، اعتقادم ندارم. بله هرمز خواه، این فقط برای سرگرمیه. وای چقدر جالب این نقش و نگاری، این قهوه این تو فنجون انداختن، یه جنگل پر از درخت. ولی خیلی جالبه این نقش و نگارا همشون نهالای ظریف مریف و جوونن. جالب. ولی یه کنده میان سالم اون وسط هست، ببینید دودشو، از توش دود بلند میشه. اصلا این کنده درخت میان سال دست کم نگیریدا. خب وای هرمز خان، من فکر میکنم این کنده درخت میان سال زندگی شما رو از این رو به اون رو میکنه. ببینم پری خانم، راجع به لیلا و خواستگاراش و اون نشون کردن یه چیزی اون تو افتاده؟ راستش من الان توی شرایطی هستم که نه لیلا، نه خواستگارا، نه این امارت، هیچ کدوم برام مهم نیستن هرمز خان. پری خانم، ممکنه اون فنجون قهوه رو هم بدی؟ خب این از این نهالای ظریف و نحیف و لاغر، میمونه اون کنده که دود ازش بلند میشه. راضی شدی؟ به افتخار این احساسات میخوام امشب شام بدم. شام؟ این مدت ما اینجا زیاد ریخت و پاش کردیم، شما حتما باید دستپخت منو بخوری. فسنجون دوست دارین؟ فسنجون؟ فسنجون رحمت. جان رحمت، میگم تو با این شلوار چی کار میکنی که همیشه پارست؟ من کاری نمیکنم، از بس دنبال این خواستگارای لیلا خانوم این بر اون بر میدوام. تو با خواستگارای لیلا خانوم چی کار داری؟ من با خواستگارای لیلا خانوم کاری ندارم، اونا به من کار دارم. بگره من به اونا چی کار دارم؟ اون شاروخان که یک جوری بود، اون مغنسی هم که چند جوری بودن. تو نمیشناسی اینا رو، زیور نمیشناسی. چشه مگه جوان به این سالاری؟ خوش به حال لیلا خانم. خوش به حال لیلا خانم، خوش به حال من، خوش به حال تو با اون خواستگاری که قراره بیاد، نه این گور به گور همسایه ها. خواستگاری که قراره بیاد یه سر و گردن از همه بالاتره. از چه نظر بالاتره؟ قد؟ شور؟ غرور؟ غرور مرده و غرورش. و از کجا معلومه که مغنسی غرور نداره؟ تو اینا رو نمیشناسی. بعدم خواستگار من که بیاد، اگر خواستگار من باشه، به کوه سلام بکنه، دل کوه آب میشه. رحمت جان مگه به سلامه؟ در ثانی این مهندس خیلی خوبه، پدرش از خودش خوبتره. بعدم اهل فیسفاده نیستن خدا رو شون. ساده یا باید برای دل مش اسمال بشینی یه آه برات بکشه، دل سنگت آب میشه. شیطونه میگه برم اینا رو یکی یکی ملغاشون بکنم. خوبه مگه خواستگاری من تو یادت رفته؟ نه یادم نرفته، همه چیزش رو خوب یادمه. مادر خدا بیامرزت یه چیز میگفت، بابای خدا بیامرزت یه چیز میگفت، آخر ما نفهمیدیم این وسط کی چی میگفت. مادر خدا بیامرزم یه چیز میگفت، پدر خدا بیامرزم یه چیز میگفت، اجماع نظر داشتن، وگرنه بله نمیگفتی. خدا رحمت بکنه گشایشو که به یه جنبندی رسید، وگرنه خدا بیامرز بابای من مگه منو به تو میداد؟ معلومه که میداد، معلوم از خداش بود که بده. بعدم گفتنی گلاب بروت روم به دیوار، خودتو یادت رفته؟ منو یادت رفته؟ دم در وایساده بودم تو زاویه، دست کردم توی موام، کرور کرور اینجوری کردم، قند تو دهت آب شد، رنگ به رنگ شدی، نفس تنگی، یادت رفته؟ عیبه اینا به کنار. رحمت جان غلط نکنم میگم پری خانم یه ریگی به کفشش هست، امشب میخواد شام بده، یه خبری هست؟ نه پری خانوم، یه ریگی به کفشش هست که امشب میخواد شام بده، یه خبری هست. منم همینو گفتم که خب بجاش اینجا با صفا بر دل هم نشستیم دیگه. ببینم برای خانوم جان چطور میخواد اون غذا رو بخوره، کاش که سردستی یه چیز درست میکردم بی غذا نمونه. خب پری خانوم یه غذا بهش میده میخوره دیگه. دست پخ نداره رحمت.
مامان جون دستت درد نکنه، خیلی خوشمزه شده. نوشه جونه. بخور دیگه، بکشم برات. نه مرسی دریا جون، دارم دارم. من بازم سالاد میخورم. بفرمایی. پری خانم بالاخره نگفتی شام امشب به چه مناسبت ها؟ چه فرقی میکنه لیلا جون؟ شما فکر کن مثلا سالگرد. سالگرد چی آخه پری خانم؟ لیلا سالگرد سالگرده، واسه آدمای اهل دل مهمونی گرفتن بهونه نمیخواد. از اردوب خوردین هرمز خان؟ آه خیلی عالی بود، دست شما درد. نوشه جان دست وقت خودم ها لیلا جون. بله مشخصه، دستورشو حتما ازتون میگیرم. حتما. خلاصه راحت باشین، اینجا رو خونه خودتون بدونه. ببخشین شب اختیار داریم. مامان جون دیگه هر کی اینجا رو خونه خودش ندونه لیلا جون حتما میدونه. اتفاقا با این شرط و شروطی که عمه جون گذاشتن، من اگه این هفت خانه رستمم رد کنم معلوم نیست که تیرم به هدف بخوره. لیلا همه دخترای این مرز و بوم آرزوی موقعیت تو رو دارن. قربونت برم هرمز خان که اقلا پشت من در میای. خوش به حال چمسی جون که همیشه یکی پشت شما در میاد. من که هیچ وقت هیچ کسی رو نداشتم. خاله جون تا اون موقع که من یادمه همیشه دایی هرمز و دایی هدایت از شما حمایت کرد. میدونم چی میگی عزیزم، اما هدایت خان که عمرشو داد به شما، هرمزم که مهمون یکی دو روزه ماست. بله دست شما درد نکنه خواهر، یه دفعه یه کاسه آب بریزین پا قدم هم دیگه. اختیار داریم برادر. تو رو خدا نفرمایین هرمز خان، شما حالا حالا ها باید اینجا تشریف داشته باشین، تکلیف این امارت رو روشن کنین. خواهر به تنهایی از پس کارش برمیاد. شکو تو چرا این ریختی شدی؟ نه من تو فکر لیلا بودم، حیوانکی چقدر کارش سخته برای رسیدن به این امارت. من روزای سختی رو دارم میگذرونم، این که کدوم شازده پسر بعد انتخاب کنم که امارت به این برسه خیلی ذهنمو مشغول کرده. بس اینکه این امارت خیلی برات مهمه لیلا جون. برای هممون مهمه دریا جان، ما یه عالمه خاطره داریم تو این امارت. بله. بالاخره یکی به من اینجا بگه این امارت اول اولش مال کی بوده؟ پدر 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 من. جدی میگین هرمز خان؟ البته بنده یکم لکنت زبون دارم. این خونه 100 سال پیش ساخته شده، البته از اول به این شکل نبوده، 30 سال پیش بازسازی شده. در واقع ارزش این خونه پدری بیشتر از قیمتشه. آها پس شمسی جون فقط تو این خونه سهم ندارن، همه سهیمن، اینطور نیست؟ نه اینطور نیست. نه هرمز خان لطفاً پای بنده رو وسط نکشین، یادم نندازین که جوونی کردم و این امارت این خونه پدری این یادگار پدرم رو از دست داده. خب جوونی و هزار خبط و خطا دیگه، خواهر و خانداداش سهم من خریدن از این امارت برای اینکه دست غیر نرسه حفظش کرد. واسه من این امارت ارزش مالی نداره، اونی که واسه من مهمه خاطرات کودکی گذشته ی منه که تو گوشه گوشه ی این خونه است و حفظ شد. چند سال بعدم هدایت سهم خودشو به من فروخت، منم قراره شیشتونگشو بدم به لیلا جون. هدایت خانو که خدا بیا مرزتش، بدری جون چی؟ اونم همون اوائل طمع کرد و سهمشو به ما فروخت. من و هدایت واقعا به سختی پولشو جور کرد. شما سهمتونو گرفتی؟ آره بابا آره. آه در بساط نداری؟ آخه بابام هی نشه زیر پای ماما گفت هی این سهمتو بده من سرمایه کنم سرمایه کنم. خب مامانم سهمشو داد بابا سرمایه کرد دیگه، ولی شریک بابا همه رو خورد یابم روش. من دریا جون تو چرا؟ تو که تکلیفت روشنه، اونی که تکلیفش روشن نیست منم. من فکر میکنم الان دیگه من هر طور شده باید صاحب این امارت بشم، هرچی باشه قبلا نصفش مال خودم بوده دیگه. از من میشنوی لیلا جون قید این یکی دوتا خواستگارو بزن، به نظر نمیاد اینا همونایی باشن که هدایت خون خدا بیامرز نشون کرده باشه. از کجا معلوم پری خانم؟ اتفاقا ویژگی اخلاقی که داشتن خیلی برای پدرم مهم بود. اینا چند روزه رفتن یه تلفن نزدن حالتو بپرسن. ببخشید پری خانم اونا نباید تلفن بزنن، من باید خبر بدم. ببخشید شما حرص چی رو میخورین؟ منو یا امارتو؟
امارت؟ امارت به چه دردم میخوره؟ من نگران تو هم، تو هم عین دریای من، چه فرقی میکنه؟ اتفاقا من و دریا جون خیلی با هم فرق میکنیم. منظورت چه؟ دریای من یه اقیانوسه، چشماشو نگاه کنی از زلالی و شفافی تا عمقشو میتونی ببینی. مثل بعضیا نیستن که موج داشته باشن، نه شادیشون معلومه، نه خوبی و نه بدیشون. منظور شما منم دیگه نه؟ هی همچی بگی نگی. اتفاقا منم مثل بعضیا نیستم که فیلم بازی بکنم، به روی خودم نیارم. مثلا همین غذاتون به نظر من افتضاح بود، خیلی بدمزه بود، حالم به هم خورد. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، خوب مزد منو دادین. اینم جای خسته نباشی بود دیگه. پری خانم خواهش میکنم. پری خانم چتون شد یه دفعه؟ یه خورده حالم دوباره. هرمز خان تو رو خدا جلوی منو نگیری، اینجا جای من نیست. یه کلوم ختم کلوم بگین تحمل دیدن منو نداری. عمو جون راست میگن دیگه، بزنین برم. ما به اندازه کافی رسم مهمون نوازی رو به جا آوردیم. لیلا این چه درزه حرف زدن با بزرگتره؟ دیدی شمسی جون؟ دیدین هرمز خان؟ گفتم اینجا جای من نیست. شما همه تون فکر میکنین از روزی که خطبه عقد این دختر من تو این خونه بسته شده، چشم من به این عمارت بوده؟ نبوده. مامان یا مام بشین بابا، مردت منم، حرفا میزنه. ساکت باش شکور. اصلا ازت توقع نداشتم لیلا. عمه جون شما چرا؟ شما که بهتر از من میدونی. پری خانم از خداشه که من انتخاب اشتباه بکنم این امارت بهم نرسه. هرچی، تو حق نداری با بزرگتر از خودت اینجوری صحبت کنی. حالا پاشو برو از دلش شر بیار. لیلا زشت قبیحه، من با خواهر موافقم. چرا همیشه من باید کوتاه بیام؟ ایشون باید اخلاق و رفتارش عوض بکنه. خیلی خوب، پس من میرم. زندگی کردن زیر یه سقف با آدما به آدم شناخت جدیدی از اونا میده. یادم اون روزا وقتی هنوز درست پری خانمو نمیشناختم، بعضی وقتا واقعا از حرکات و سکناتش حرص میخوردم و متاسفانه چند باری هم از کوره در رفتم. حالا چرا با این عجله داریم میرین شما؟ از قدیم گفتن وقتی باید بری بهتر با عجله بری. اینو دیگه نشنیده بوده. خب حالا هم ببینین هم بشنوین. خب مگه بچه این شما؟ بیاین برین روی همدیگر رو ببوسین. شمسی جون اصرار نکن، من بعد خیلی پیشتر از اینا میرفتم. ای بابا شما الان عصبانی هستی، داری زود تصمیم میگیری. آخه این موقع شب کجا میخوای بری؟ آدم اسیر گرگای بیابون میشه، این همه خفت نکشه شمسی جون. حالا شما صبر کنین تا فردا، اگه خواستی فردا برو. مگه الان نمیذارم بری؟ فردا میذاری؟ بله. نه شمسی جون، من یه دقیقم تو این خونه نمیمونم، بی خودی اصرار نکن. پری خانم شما بزرگی، من بیشتر از اینا روت حساب کرده بودم. اینجوری؟ من هرچی میگم که شما برعکسشو انجام میدی که. خب اینم یه روش عمل کردن دیگه. نه شمسی جون، من دیگه مزاحم شما نمیشم. هر گلی زدیم به سر خودتون زدیم. آخه پری خانم با این چیزا که کاری درست نمیشه. حالا اون بچه از یه چیزی گفته. این لیلا جون شما مثل این که صلاحشو بهتر از همه میدونه. اصلا منو حلالم کنی. خدا نید از من گفتم بود. اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم بازم رفتیم. به هر حال من نمیخوام بیشتر از این اذیتتون کنم، مواظب خودتون باشین. شمسی جون، شمس پلزان که بابا خیلی تند رفتی همون جون. خیلی دیگه بعد از این همه مدت بعد اخلاق پری خانم دستت اومده باشه. اتفاقا چون میشناسمش چیزایی گفتم که باید میگفتم. نمیخواد بگی که شما پری خانمو بهتر از من میشناسی. پری خانم یه کمی زبونش تند و تیزه ولی قلبش مهربون. عمو جون نمیخوام بگین که قلبش واسه من میتپه. ببین دختر جان، ایشون 4 تا پیرن بیشتر از شما پاره کردن. گیریم حرف و کلامش ناحق، تو چرا دم میدیدمش؟ عمو جون من زیر بار حرف نامربوط نمیرم. بابا خواستگاری من اومدن، خواستگاری پری خانم که نیومدن. نشد
از من به تو یه نصیحت. خب آدم باید سیاست به خرج بده، یه کمی سیاست داشته باش، سیاس باش، اون وقت میبینی که این پری خانم چطوری مثل پروانه دور برت میچرخه. اتفاقا برخلاف نظر شما من اصلا آدم سیاست مداری نیستم. چیکار کنم اینجوری بار اومدم دیگه، حرف و عملم یکیه عمو جون، نمیتونم یه چیزی بگم بعد یه جور دیگه رفتار کنم. متاسفانه نظر من عکسه. اگه یکی دست همه رجال سیاست باز خاندان گشایشو از پشت بسته باشه، اونم توی دون برو از دلش در بیار. عمو جون این پولیتیک به نفع منه یا شما؟ دیدی حالا نشد یه اون هرچی نباشه فامیله، همیشه فامیل واسه یه فامیل میمونه، به شرط اینکه به فکر منافع چند روزی خودشون نباشه. بله به شرط اینکه به فکر منافعشون نباشن. ولی عمو جون میدونی من چی میگم؟ من میگم اگر با هر کسی با زبون خودش حرف بزنی اون موقع حساب کار دستش میاد. ببین دختر جان، جواب نیش نیشتر نیست. از قدیم گفتن بزرگا کریمن، کوچیکا رحیم. برو برو از دلش در بیار. لیلا برو عمو جون. الو؟ الو سلام عرض شد، شایگان هستم نادر. سلام نادر خان، احوال شما؟ دیشب زنگ زدین اینقدر هول شدم که یادم رفت بابت تاج گل ازتون تشکر کنم. راستش اولیش باورم نمیشد، بعد فهمیدم که بعد از این همه سال تشریف آوردین ایران. کاش زودتر از اینا اومده بودیم و شرایط بهتری مزاحم میشدیم. لیلا جون چطوره؟ شکر خدا، بهش نگفتم که غافلگیرش کنم. بهروز جان چطوره؟ اونم سلام داره خدمتتون، برای خودش مردی شد. قرار با هم فامیل بشیم. هرچی خدا بخواد. به هر حال هدایت نظر ویژه‌ای روی شما داشت. خدا رحمت کنه هدایتو. بقای عمر شما باشه. روزگار. صدای شما من یاد فرخ انداخت. انگار همین دیروز بود. آره. مثل برق و باد گذشت. نمیدونم، شاید قسمت ما همین بوده. اما گذشته ها گذشته نادر خان، از خودتون بگین، خودتون چطورین؟ پروانه خانم چطوره؟ بله بله خیلی سلام میرسونه، ایشالله خدمت میرسیم. ما که مشتاقیم شما رو ببینیم. ما هم داریم لحظه شماری میکنیم، لااقل به بهونه این جوونا شما رو ببینیم. فردا تشریف بیاریم. خواستم اگه اجازه بدین قبلش بهروز با لیلا یه صحبت تلفنی داشته باشن. در چه مورد؟ والا نمیدونم، اصرار خودشه، به هر حال غریبه که نیستین، حتما یه حرفایی با هم دارن دیگه. چشم، من خیال داشتم که لیلا رو غافلگیر کنم، اما اگه شما میفرمایید چشم. قدمتون روی چشم. خداحافظ. یا مام چه طرز اومدنه؟ خب یکی داشت رد میشد، نمیخواستم مزاحمش بشم. فالگوش واسطه بودی؟ فالگوش چیه؟ یکی داشت رد میشد، منم شنیدم. تقصیر من چیه؟ من سیستم شنواییم هم خوب کار میکنه هم خود به خود کار میکنه. در دهن مردمو میشه بس، اما در گوش خودتو که دیگه نمیتونی ببندی. شما دارین چیکار میکنی؟ دیدیم شما رفتین، گفتیم اینجا رو به سلیقه خودمون بچینیم. ای بی وفا، ای بی وفا، نذاشتیم پای من به سر کوچه برسه. لازم نکرده همه رو برگردونین سر اینجا. حالا شما چی شنیدین؟ والا من چیز خاصی که نشنیدم. شکور، تو بهروز میشناسی؟ کی؟ نه بهروز، پسر نادرخان. آه بهروز شایگان، همسایه قدیمی هدایت خانی نبودن دیگه. بهروز همبازی بچگی لیلا بود. هدایت خان و نادر خانم که از دوستای خیلی قدیمی بودن با هم. حالا چطور مگه مامان؟ یا مامان بیچاره شدیم. مگه اتفاقی افتاده؟ من الان شنیدم، واسه همین برگشتم. خواستگار اصلی همونیه که داره میاد. جدا؟ بس شوخم، همین الان شنیدم دیگه. حالا چیکار کنیم؟ شماست. بله بله. میشه یه دقیقه بیان بیرون؟ چرا؟ یه کاری داشتم با تو. بله
میخواستم بگم منو ببخشید، من خیلی باهاتون بد حرف زدم. چقدر خوب شد که فهمیدی. چیکار کنم دیگه، بخشش از بزرگانه. بله حالا شما به هر حال ببخشید، من این روزا خیلی حالم بده، خیلی فشار رو من، اصلا نمیدونم که چی میگم و اینا. میفهممت، حق داری حق داری. منم وقتی خواستگارام زیاد میشدن همین جوری توی فشار بودم. اشکالی نداره، عصبانی شدی یه چیزی گفتیم، من به دل نمیگیرم. خب پس یعنی به دل نگرفتین دیگه. خب یه خورده که دلخور شدم، ولی خب میدونی من دلم نازکه، الفتم زیاده، مگه میشه از تو ناراحت بشم؟ تو برای من با بقیه خیلی فرق میکنی. حالا که فهمیدی اشتباه کردی، من یه کاری باهات داشتم. بفرمایین چی کارم داشتی؟ میخواستم ازت حلالیت بطلبم. حلالیت؟ چرا؟ میدونی بعضی وقت آدم عصبانی میشه، خب یه چیزایی میگه. از قدیم گفتن سر شام ببین که به دختری دم بخت چی داری میگی. مگه شما چی به من گفتی؟ ببین لیلا جون، من گمون میکنم این دوتا خواستگاری که اومدن یکیشون نشون کرده است، یکیشون انتخاب کن، قالو بکن. حالا چه عجله یه پری خانم، خواستگارای بهتر شاید تو راه باشن. من دلم از سنگ نیست که، ممکنه خودم از سنگ باشم، ولی آدمم از پوست و گوشت و استخون و ریشه و اینجور چیزا. بله خب همه ی آدم ها از همین چیزایی که شما میگین ساخته شدن. حالا کی گفته که شما از سنگین و اینا؟ من داشتم میرفتم سر را برگشتم، با خودم فکر کردم توی همچین موقعیتی هیچ کس نمیتونه بی تفاوت بمونه. شما که چش دیدن این خواستگارا رو نداشتین، حالا چی شده که سنگشون رو به سینه میزنین؟ هرمز خان اهل دله، حرف منو میفهمه. من میگم دو نفر که الفتشون و عشقشون زیاده، چرا باید بینشون یه سنگ بندازی؟ راستش من اول شک داشتم، نمیخواستم این لیلا جونم مثل من اشتباه بکنه. شما نگران نباشین پری خانم، من خودم حواسم هست، ولی خب به هر حال نظر عمه جون و عمه هرمزم مهمه. لیلا جون الان شبه، شما متوجه نمیشی من چی میگم، بهتر صبح با هم دیگه صحبت کن. خب پس شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. یادمه وقتی بچه بودیم عمو هرمز همیشه میانجی خوبی برای دعواهای ما بود. اون طوری خودشو وارد دعواهای ما میکرد که بدون اینکه ما فکر کنیم طرفی کس خاصی رو گرفته قائل خط میشد. راجبه من و پری خانمم دقیقاً همین کارو کرد. به قول خودش همه چی ختم به خیر شد. سلام، صبح بخیر. سلام عزیزم. به به، خاله سوسکه، شال و کلاه کردی؟ اوقار بخیر. لیلا جان، هر جا میری عصری خونه باش، زیادم خودتو خسته نکن که سر حال باشی. خبریه؟ خبری؟ خبرها خوب. پس فکر کنم این عزیز کرده قراره بیاد ها؟ اصلا لیلا جون، به نظر من بهتر امروز بیرون نری، این خواستگار با بقیه فرق داره ها. چرا؟ پری خانم تو رو خدا، اقلا یه سری یه صدایی. سر صدا بفرمایی. خیلی ممنون لیلا جون، داشتم میگفتم من اگه به جای تو بودم دقت بیشتری رو این خواستگار میکردم. پس فکر کنم خیلی مهمه که شما ازم میخواییم بیشتر دقت کنم. چرا این دختر بیچاره رو گمراهش میکنی؟ به قول خواجه سعدی، علف باید به دهن بزی شیرین بشه. البته پری خانم، خدمت شما عرض بکنم که خواجه شیراز از این دورفشانی ها نفرموده بوده، شما هم واسه ما شاعر تولید کنی. من جواب میدم. بله. سلام لیلا خانم، بهروز شایگان هستم، منو که یادتون میاد. بله سلام، مگه میشه شما رو یادم بره؟ راستش قبل از اینکه خدمتون برسم میخواستم یه قراری بذاریم بیرون، اگه بشه یه گپی با هم بزنیم. شما قراره بیان اینجا؟ بله میتونم بپرسم چرا؟ راستش قبل از اینکه خدمتون برسم میخواستم اگر میشه یه قراری بیرون با هم بذاریم. اگر بحث خواستگاری و این حرف هاست، من ترجیح میدم که در واقع تشریف بیارید اینجا طبق همون رسم و رسوماتی که خودمون میدونیم. خیلی خوب، اصرار زیادی نمی کنم. باشه، فردا میبینمتون. خداحافظ. میبینمتون. خداحافظ. Thank you.